اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بنام خداوندی جان و خیرت و با عرض درود سلام و خسته نباشید خدمت یکایک بیننده های تلویزیون خورشید و دوستداران و علاقمندان برنامه فقهی خانواده، خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما تا لحظات و دقایق که پیش روز قرار دارم و مطالب و مباحثی را با شما شریک می سازم و از شما هم تشکری می کنم که برنامه فقه خانواده را بینندیش هستین و توجه دارین. طوری که وعده سپرده بودیم ادامه نقش استخاره در سرنوشت زوجین، زن و شوهر و استشاره و مشوره دهی عنوان ما بود و یکی از مقدمات ازدواج هست که بعد از اینکه ما به خود ازدواج یا به عقد ازدواج می رفتیم این هم ضروری بود که بدانیم، چون تمام مراحل شناخت وقتی یک جوان در نظر میگیره و رعایت میکنه انشاءالله یک زندگی بسیار سعادتمند و یک زندگی بسیار خوشبخت میداشته باشه. خود استخاره دوستای نهایت عزیز طوری که حضرت جابر سیب روایت کرده بود که پیغمبر اعظم علیه السلام میفرماید که همیشه ما را در هر کار استخاره را تعلیم میداد و می فرمود اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه. بعد از او می فرمود که شما باید این کلمه را بخوانین و این دعا را بخوانین: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. پروردگارا ما از علم تو طلب خیر میکنم، در جایی که خیر است، در کاری که خیر است، او را برای من میسر بساز. و از تقدیر و کبی قدرتک، از قدرت و توانایی تو توانایی میخواهم. و اسألو که من فضلک العظیم، و از فضل تو و از کرم تو میخواهم که مرا مستفید بسازی از فضل عظیم و بزرگ. اللهم ان كنت تعلم هذا الامر خيرا خير في ديني ومعاشي وعاقبه امري. پروردگار اگر تو میدانی که این کار در وقتی که امور ذکر میکنی امو موضوعی که یا امو خواسته که داری او کلمه را استفاده میکنی، پروردگار اگر به خیر ما و به نیکی ما و به صحیح انجام ما و انجام نیک ما انجام شوه، پروردگار ای کارت تو بر من میسر بساز. اللهم این کنت تعلم ان الامر شر لی. پروردگار اگر تو میدانی که کار به شر و زیان و ضرر ما است، او را از ما دور بساز، او را از ما دور بساز. این دعا را دوست عزیز که در کتب فقه و در کتب حدیث موجود است، مسلم، ترمیزی و ابو داود نقل میکنه، این را شما بخوانید. اما نکته ای که خیلی مهم است میخوایم اشاره کنم او ایز که بعد از اینکه ما استخاره کردیم به خاطر انجام کاری و میخواییم وعده بتیم به فامیل پسر یا به فامیل دختر، اینجا آیا منتظر خواب باشیم یا خیر؟ آیا مناسبت و رابطه بین خواب و استخاره موجود است و یا خیر؟ چه قسمی که امروز در جامعه ما اگر دختر جوان خواب دید آه میگه خودش است، اما شخصی که ما میخواییم سب اونمو نفر است، بالاخره امرایش ازدواج میکنه. اگر ندید میگه نه امکان نداره، ما در خواب تو را بعد از استخاره ندیدیم. یا برخی ها گل و گلستان و به اصطلاح میوه و سبزیجات و به اصطلاح آب و بحر و نهر ببینه مطمئن میشه چیزای خوب دیدم، در این کار خیر ماست. چیزای خراب ها که بینه میگه آتش ببینه، جهنم ها ببینه مثلا میگه ای فریت است، اعوذ بالله من،
خدا از این ما را نجات بده. اینا همه درد این جای نداره دوست عزیز، اینا یکش درد این جای نداره. استخاره عبادت است که ما خدا را در کار خود وکیل میگیریم. ما نباید دواسته یک نماز خود دو نماز خود بیاییم منتظر باشیم که خدا به ما وحی میکنه، انتظار وحی را از خدا داشته باشیم. استخاره و نماز استخاره با خواب دیدن هیچ رابطه نداره، هیچ مناسبت نداره که ما بگوییم اگر خواب دیدم میکنم این کار، اگر خواب ندیدم نمیکنم. استخاره یک عبادت مستقل است، یک کاریست که بعد از اینکه تو استخاره کردی اگر او کار میسر شد نصیبت شد به خیرت بوده، اگر نشد هم به خیرت بوده، چون تو خدا را وکیل قرار دادی که اگر این کار به خیر دین ما، به خیر دنیای ما، به خیر آخرت ما باشه تو میسر بکن. خدای اگر این کار به خیر دین ما و دنیای ما و آخرت ما نباشه از ما دور بساز. پس وقتی او کار صورت گرفت به خیرت است، اگر صورت نگرفت به ضررت است. چه بسیار جوانهای ما متاسفانه در این روش غلط و ناپسند، جوانی که تمام ویژگی های خوب در او موجود است، تمام خوبی ها در او موجود است، بعد از طی مراحل شناخت و معرفت و همه جوانب جوان و اخلاقش و بیئه و محیط و تحصیل و سوادش دیده میشه، بعد سب مادر کلان میگه یا پدر کلان میگه من استخاره میکنم. خب بفرمایین استخاره که میشه؟ میگه نه نشد، ما در خواب ندیدیم، یا در خواب چیزای خرابه. با وجودی که جوان یک جوان بسیار عالی، ممتاز، متدین، با اخلاق و خدمتگزار، ولی متاسفانه میبینیم میگه نه ما خواب ندیدیم، امکان نداره. نه دوستا عزیز، استخاره یک عمل مستقل است، حتی با خواب ارتباط نداره. امکان میتونی در روز استخاره بکنی، بعد از هر نماز استخاره بکنی، در صورتی که اوقات ممنوعه و مکروهه نبوده باشه. پس تنها ضرور نیست استخاره را ما بیم در شب بکنیم. درست است در شب هم جایز است، در روز هم جایز است، ولی هیچ نوع رابطه با خواب دیدن نداره. اگر ما خواب ببینیم خوب باشه بکنیم، اگر خواب خراب باشه صرف نظر بکنیم. صدها جوانهای ما متاسفانه با وجودی که اخلاق خوب داره میگه ما در استخاره ندیم، نمیشه، میگه خلاص امکان نداره. خب بسیار خوب. و دهها و صدها جوانهای بدین، بد اخلاق، فاشیست استخاره میکنه، خواب خوب میبینه، میگه بیخی سعیست، در حالی که پسان میبینه که همه چیز و قضیه برعکس است. نکته دیگه ای که متاسفانه وجود داره ایست، میگه ما شرح صدر نشدیم. جوانه که دید میگه نه چندان چیرش به نظرم خوش نخورد، چیرش بدم آمد، در حالی که امکان داره او جوان یک نابغه باشه، ولی میگه چیرش خوشم نه. یا در خواب به اصطلاح استخاره تا وقتی میکنم که قلب من متمایل، یا شرح صدر شوم. این بسیار یک دوای کلان است، شرح صدر شوم. میگه اگر دل من شرح شد، قبض نامد، بست آمد، فراقی آمد، کشادگی آمد، میکنم، اگر نامد نمیکنم. پس دوست عزیز استخاره عبادت مستقل است به خاطر انجام کاری و اموری مباح که او امر که مثل فرض و واجب است نباشه، نهی که مثل حرام و مکروه نباشه، در امور مباح، اموری که انسان نمیتونه خوبی خرابیش معلوم بکنه استخاره میکنه. نه انتظار خواب بکشین، نه انتظار شرح صدر و قبض و بست. قبض و بست بر هر انسان نمیه، تنها به استخاره باشه و ما معلومات کنیم که امی آدم ایطور است، بلکه استخاره را به خاطر ازی میکنیم که ای کار اگر خدا میسرش کرد به خیر ماست، اگر نکرد هم به خیر ماست. ادامه بحث را بعد از نشر حدیث با ما دنبال کنیم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. از أبو هريرة رضي الله عنه روایت است که پیامبر اسلام صلى الله عليه وسلم فرمود
از پدران خیش روی مگردانید، چون کسی که از پدرش روی میگرداند در واقع این کارش کافر یعنی کفران نعمت به شمار میرود. دوستای نهایت عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامون نقش استخاره و استشاره در زندگی زناشوهری و در ازدواج مرد و زن خوش آمدید میگم. ای آخرین چانس بر یک جوان است بعد از شناختی کامل که تقریبا 5 ویژگی برای جوان ذکر کردیم، که پیغمبر اعظم علیه السلام دو ویژگی را خیلی اهمیت میده. اذا خطب الیکم من تردون دینه و خلق دین و اخلاق، و در جانب همسر یا خانم 13 ویژگی ذکر شد. این تمام ویژگی ها همزمان با مشوره و با رأی گیری با اهل خبره و دانشمندا و انسان های امین، تمام این مراحل که طی کردیم یک مرحله باقی مانده که حال تصمیم به ازدواج میگیریم، او استخاره هست. در صورتی که اینی مراحل یک جوان طی کنه، یک خواهر ما، یک خانواده ما، یک برادر ما، من مطمئن هستم یک جامعه نمونه تشکیل میشه. یک جامعه نمونه تشکیل میشه. نه خشونت می باشه، نه آزار و اذیت می باشه، نه توهین و تحقیر می باشه، و نه هم گوش بریدن ها و موضوع طلاق و مفارقت و جدایی به وجود میه. پس ما کوشش کنیم که در زندگی ما دین اشراک بدیم، دین شریک شو، دین در زندگی ما را مدیریت کنه. انشالله خانواده خوشبخت می داشته باشیم. و من مثال های زیادی دارم که کسایی که به این مراحل و این مواصفات دقت کردن و ایرا رعایت کردن و امروز خوشبخترین زندگی را دارن، آرامترین زندگی را دارن. پس آخرین کاری که ما می تانستیم و استخاره بود بعد از استشاره یا مشوره. خب گفتیم استخاره با خواب دیدن کدام مناسبت نداره، که اگر ما آتش خواب ببینیم، وحشی را خواب ببینیم، حیوانات درنده را خواب ببینیم، بگیم نه این جوان امکان نداره، این جوان صحیح نیست، ما خواب خراب دیدم. اگر چیزای خوب ببینیم بیایم همین کار را بکنیم. امکان داره که جوانی که توسط خواب خراب تقاضایش رد شده باشه یک جوان بسیار ممتاز باشه، و او جوانی که توسط خواب خوب تقاضاش تایید شده باشه یک جوانی کاملا نابکار و بی‌بندوبار بوده باشه. پس استخاره مستقل است، خدا را در کارت وکیل میگیری که خدای تو کار مرا پیش ببر، من ناتوان هستم، من عاجز هستم، من بیچاره هستم. نه با شرح صدر رابطه داره، نه با خواب دیدن رابطه داره. پس استخاره را بکنین و با کار خود ادامه بدین. گرچند امام نووی رحمه الله میگه که اینجا یک رابطه بین استخاره و علاقه قلب وجود داره که به طرف همون کار تمایل پیدا میشه، علاقه قلبی یا تمایل قلبی پیدا میشه، بعد او کار به خیر انسان میباشه. ولی اکثر علما به این نظر هستند که بعد از استخاره میبینی که امو کار سخت میشه، اگر به ضررت باشه او کار سخت میشه، او کار فراهم نمیشه. یقین بکنین که کار به ضررتان بود، خوب شد که نشد. اگر استخاره به خیرتان و انجام کار به خیرتان بود، او کار سهل میشه، آسان میشه و بالاخره به طرفش روی میارین و اقدام میکنین و او به خیرتان میباشه. بعضی استخاره های نادرست، بعضی مشوره های نادرستی که امروز در جامعه ما رایج است با دین و با شرع مقدس اسلام هیچ نوع رابطه ای نداره، مردود است، به اونا میپردازیم. اول دوستای عزیز، برخی خواهرای ما، مادرای ما، برادرای ما پیش شیخا و بعضی علما و بعضی کسایی که گرچند من فکر نمی کنم نام عالم سری همچه اشخاص گذاشته شوه، نام ملا و دانشمند گذاشته شوه، بلکه اونا به الفبای اسلام هم آگاهی ندارن، مادرای ما پیششان میره، اونا چی کار میکنن؟ میگه نامت چیست؟ نامم فلانیست. چی میخوایی بکنی؟ میخوایم با فلان پسر ازدواج کنیم، شما کتاب ببینین که امی به خیرم است یا به شرم است. میگه بسیار خوب. نام جان مقابل، نام مادرش،
خب بسیار عالی. بعد قرآن باز میکنن، این را به نام فتح القرآن میگه. قرآن باز میکنن، اگر آیت رحمت آمد، نعمت آمد، جنت آمد، بهشت آمد، خوشی بود، میگه فکرت باشه که بیخی شخص مورد نظر کاملا انسان مناسب است، شما اقدام بکنید. اگر جهنم آمد، نار آمد، عذاب آمد، لعنت آمد، نفرین آمد، علاقت آمد، میگه خودداری بکو، اعوذ بالله که خدا نخواسته تو را هم آتش مید. اینا در دین جای نداره دوست عزیز. این یک چیز تخمینی هست که یک تعداد، مثلا یک جوان وقتی که محصل می باشه یا متعلم می باشه، به خاطر حل کردن سوالا دستای خود با هم میچسبانه که باشی سوال صحیح سی سوال صحیح سی، یا کتاب خود به اصطلاح ورق میزنه که اینی جواب جواب اینی سوال است، پس اون میبینه که ناکام میشه. پس این چیزها در دین اصل نداره، اینا همه فریبی بیش نیستن. پس کسایی که فالبینی میکنه یا کتاب باز میکنه، به تو مشوره میده که فلانه به خیرت است، به امرایش ازدواج بکن، فلانه به شرت است، یقین بکنین، این همه فریب است و هیچ نوع اصلی در دین نداره. و همچنین چیزهای دیگری هم در جامعه ما مشاهده میشه. یک ورق به اسلام میگیرن، دو طرف ورق، نامی از او را به او طرف، نامی از او را به این طرف، باز از بین میگیره. هر طرف که مایل شد میگه سیس، طرف راست مایل شد خوب، طرف چپ مایل شد خراب. این نوع فالبینی زمان جاهلیت است، نوع استخاره زمان جاهلیت است. در زمان جاهلیت وقتی یک کس میخواست با کس دوستی کنه، خیشی کنه یا سفر کنه یا کاری را انجام بده، بعد اونا چی کار میکردن؟ یک مشت خاک میگرفتن یا سنگ را یا کلوخی را میگرفتن، حیوان وقتی که میشه به طرف حیوان پرتاب میکرد، حیوان هدف قرار میداد. وقتی حیوان پرواز میکرد طرف راست میرفت، میگفت بالکل ای به خیر ماست. حیوان یا امو پرنده وقتی پرواز میکرد طرف راست، غالبا پرنده دلش میشد طرف راست میرفت، دلش میشد طرف چپ. اینا ای را گمان میزدن یا فیصله میکردن که اگر راست رفت طرف به خیر ماست، اگر چپ رفت به شر و به ضرر ماست. اینا دوستای نهایت عزیز امور جاهلیتی است که با دین و با تعلیمات دین و با قاموس دین هیچ نوع سازگاری نداره. اینها همه فریب است، چیزهایی که امروز به نام رمل انداز و به نام فالبینی و به نام غیر ذلک است، به نسی صریح قرآن کریم اینها همه ناجائز و حرام دانسته شدگی است. چون قرآن خودش میگه که بر شما حرام است قمار، شراب، ازلام و بت پرستی بر شما حرام است. و حتی میگه این رجس است، پلیدی است و از عمل شیطان است. خود فالبینی را مطلقی از این را که امروز متاسفانه در جامعه ما خیلی به شکل معاصرش وجود داره، به شکل معاصرش وجود داره. حتی مادرای ما با جای تاسف است پیش هندوها میروند که فال ما را ببی که با فلانه بخت ما برابر میشه یا خیر. متاسفانه در حالی که قرآن به صراحت اعلان میکنه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، خیلی خطرناک است. خمر شراب، میسر قمار، به هر نامی که باشه، به هر نامی که باشه، چیزی که مفت به اسلام دروازه‌ش بند میکنه. والانصاب بت پرستی، والازلام فالبینی، رجس پلیدیس من عمل شیطان، این فعل شیطان است، این حرکت شیطان است، این وسوسه شیطان است. فجتنبو، از این باید اجتناب کنین. ولی بعد از اینکه این آیت نازل میشه، همه صحابه چون یک جامعه نمونه بود، همگی توبه میکنن و باز میاین. ولی متاسفانه امروز دوست عزیز وقفه داریم، بعد از نشر یک حدیث دوباره و ادامه بحث خود میپردازیم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. عثمان ابن عفان رضی الله عنه میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس نماز عشاء را با جماعت بخواند گویا نصف شب را زنده نگه داشته است، و هر کس نماز صبح را با جماعت بخواند گویا همه شب را زنده نگه داشته است. با ادامه بحثمان پیرامون نقش استخاره و استشاره در امر ازدواج خوش آمدید میگم، و صحبت اینجا بود که برخی استخاره ها و مشوره ها و فالبینی هایی که به نحوی سازنده و تاثیرگذار است در زندگی خواهرای ما، مخصوصا خواهرها و برادرها، گفتیم همگی با قاموس اسلام در تناقض است و هیچ نوع سازگاری نداره. مثال های هم داشتیم و مثال های هم خاط گفتیم که برخی خواهرها میرن پیش یک کسی به نام ملا، گرچند ما به این کلمه موافق نیستم، چون ملا کسی که مملو از علم و دانش است و یک آدمی که فقط ایرار یک رای به خاطر امرار معاش و تأمین هوایج و مخارج زندگی تعیین کرده، یک نوع تجارت است با دین. و این آقا را وقتی که پرسان بکنی که اصول اسلام، اصول دین چند است، نمیفهمه، و امروز نام ملا سری از این شخص گذاشته میشه، پیش از این میره باز نام خواهر ما و نام برادر ما را میگیره، خب عروفای از اینا را حساب میکنه، باز تقسیم میکنه، باز جمع میکنه، و باز ضرب میکنه، و باز منف میکنه. میگه فکرت باشه که بین نام شما اردو انسجام نامد، به این معنی که بخیرتان نیست. شما چی فکر میکنین؟ عقل میره میپذیره، منطق میپذیره، شر میپذیره، آیا این در دین اصل داره؟ پس ما نباید بیایم زندگی زناشوهری که امکان داره صدها سال دوام کنه، بیایم آغاز ازیره که یک پیوند مقدس که خود عبادت است، بیم به همچون مسائل خرافی و بدعات و رسوم باطل و آلی از او بدتر چیزهای بنامی حتی به سطح رسانه ها، در فلان روز، در فلان برج، در فلان ما تولد شدیم. سب خب این روز کسی که تولد شده این قسم انسان است، این روز کسی تولد شده این قسم انسان است، شما اردو ستاره تان برابری نمی کنه. من نمی فهم این چیزها از کجا می آید. پیغمبر به صراحت اعلان می کنه دوست عزیز، من اتا عرافن او کاهنن، حدیث صحیح، کتب متعدد حدیث مراجعه بکنین، من اتا عرافن او کاهنن، کسی پیش عراف فالبین می آید یا پیش کاهن بیایا به خاطر انجام کاری، فصدق او را تصدیق بکنه، فقط کفر بما انزل على محمد، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم، به آن دین و شریعتی که بر محمد نازل شده کافر شده است. پس تو وقتی که می از عراف و فالبین بخت خود می سازی و میخوای خودت از این را و از این طریق خوشبخت و سعادتمند بسازی، پس انتظار این وعید شدیدم بکش. من اتا عرافا او کاهنا، کسی پیش عراف یا فالبین و یا هم کاهن میایه سخن از او را تصدیق میکنه، فقط کفر بما انزل علی محمد، بر او دین و شریعتی که بر محمد نازل شده کافر شده است. و یک تعداد دیگه از او بدتر چشمای خود پت میکنه، میگه ببین، یا یک طفل میخواه، متاسفانه چشم طفل پت میکنه، میگه آلی ببین که در ناخون از این شخص، یا مثلا آلی یک تعداد طبیبا پیدا شده است، مچیم ای اونر از کجا پیدا شد، او را اپریشن میکنه، عملیات میکنه از طریق غیب. و قرآن میگه و ما یعلم الغیب الا الله، غیب فقط خدا میدانه، غیب فقط الله میدانه. و این آقا سب از طریق پت کردن چشم یا از طریق پنهان پت کردن چشم طفل
غیبه میفهم میگه ای به خیرت است، با ای ازدواج کو، ای به شرارت و شرط است، با ای ازدواج نکو. پس بین دوستو عزیز، از همه خرافات دست برداریم، بریم به طرف فرمان پیغمبر که مانند مهتاب روشن است، آفتاب روشن است، نور داره و میدرخش. و همچنین ازدواج را یک تعداد در بین ایدین جایز نمیدانند. و این هم یکی از خرافات و بدعات است که در جامعه امروزی رایج است. میگه ازدواج در بین دو اید ای را وفال بد میگیرن و ای بدبختی بار میره، نعوذ بالله من ذلک. در اسلام هیچ روز روزی بد نیست، همه روزها روز خداست و هیچ روز ما نمیتونیم به فال بد بگیریم، به فال بد بگیریم. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرماید که ازدواج ما، خواستگاری ما با پیغمبر در ماه شوال شده است. شوال شما میفهمین که در بین عید رمضان و عید قربان قرار داره. خواستگاری ما در ماه شوال شد و نامزادی ما هم و عروسی ما هم در ماه شوال شد. و حتی پیغمبر وقتی داخل اتاق میشد ماه شوال بود. و حتی حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سخت علاقه داشت. سخت علاقه داشت که دخترای انصار در ماه شوال نامزاد شوند. و حتی مستحب میدانست، میگفت این یک نوع اقتدا به پیغمبر است. اقتدا به پیغمبر سنت است که پیغمبر در ماه شوال ازدواج میکنه. ولی امروز یک تعداد میگن در بین دو عید ازدواج نادرست است. پس دوستان نهایت عزیز، بحث استخاره و استشاره نقشی به سزایی در زندگی زن و شوهر داره که قبل از نامزادیشان و قبل از خواستگاری و عروسی اول اینا مشوره میکنن با کسایی که امانت دار است، دیندار است و اهل رای هستند، انسان های زیرک و عاقلی هستند. تمام ویژگی ها و مواصفات دختر پسر پرسان میکنه و مطمئن میشه و تمام ویژگی های پسر دختر اینجاست که آخری چانس که برای دختر و پسر داده شده استخاره است. تا وقتی که استشاره نباشه و مشوره نباشه، تمام جوانب دختر و پسر مطالعه نشوه، استخاره بی نتیجه است. اول باید مشوره شه و بعد بین استخاره بکنید. استخاره گفتم با خواب دیدن ارتباط نداره، با قبض و بست و با شرح صدر ارتباط نداره و همچنین استخاره با فال دیدن و با کتاب باز کردن و با رمل انداختن و با مثلا برج مچیم قوس است، خاصیتش ایطور است. امروز مثلا پنجشنبه است، تو تولد شدی، خوب است، ستاره تو با ستاره از او همخوانی داره یا نداره، یا نامی از ایره به حساب ابجدی به اسلام میارن، ایره ضرب میکنن و مرف میکنن. اینا همه چیزهای است که هیچ ربطی به استخاره نداره. استخاره عبادت است، عبادت مستقل است. گویا پروردگار ذات عظیم و با قدرت در کار خود وکیل قرار میده که خداوند جل ذکره تو را در ازدواج موفق بسازه و کامیاب بسازه. پس ای بود دوستای عزیز بحثمان پیرامونی نقش استخاره و استشاره در ازدواج، که انشاءالله بحثی آتی و آینده ما پیرامونی عقد ازدواج است که کدام مسائل و کدام موارد را باید در نظر بگیریم. انشاءالله او را در وقت خود به بحث میگیریم. از اینکه تا این دم ما بودین و بحث من را دنبال کردین از همه تان تشکری میکنم. تا دیدار بعد و برنامه بعد همه تان را به الله بی نیاز میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.